بنگلادش در آستانه اصلاحات گسترده قانون اساسی قرار دارد. اصلاحاتی که می تواند مسیر آینده سیاسی این کشور را تعیین کند. کارشناسان هشدار می دهند که موفقیت این تغییرات مستلزم مشارکت و اجماع تمامی گروه های سیاسی و اجتماعی است تا از بازگشت به استبداد جلوگیری و ثبات سیاسی در این کشور تضمین شود. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. بنگلادش در حال انجام اصلاحات گسترده در قانون اساسی خود است. اقدامی که کارشناسان بین المللی حقوقی تأکید دارند باید بر اساس فرایندی مبتنی بر اجماع انجام شود تا ثبات سیاسی این کشور پرجمعیت در جنوب آسیا تضمین شود. پس از برکناری نخست وزیر شیخ حسین واجد و خروج حزب او عوامی لیگ از قدرت در ماه آگوست، نگرانی هایی ایجاد شده که ممکن است یکی از بازیگران کلیدی در این فرایند کنار گذاشته شود. دولت موقت که به رهبری محمد یونس برنده جایزه نوبل تشکیل شده، به تازگی کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی ایجاد کرده است. این کمیته با دو گزینه مواجه است: اصلاح قانون اساسی 52 ساله کشور یا تدوین یک قانون اساسی جدید. هرچند مسیر اصلاح سریع‌تر انجام می‌شود، اما ممکن است مشکلات اساسی را حل نکند. کارشناسان تأکید دارند که در فرایند اصلاحات قانون اساسی باید تمام احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته باشند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اصلاحات بدون مشارکت همگانی به ناپایداری منجر می شود. اصلاحات قانونی در بنگلادش با چالش های بسیاری همراه است، اما این فرصت می تواند نقطه عطفی برای ثبات سیاسی و جلوگیری از بازگشت به استبداد باشد.